حالا دعواتون سر چی بود؟ حاجی من واسه شما احترام قائلم، خودتونم میدونین خدا شاهده بحث دخالت و اینا نیست، ولی فکر نمیکنین یه ذره باز بیشتر حواستون بهشون باشه؟ میدونم سرتون شلوغه، ولی اونا پسرتونه. اینکه با کی پا میشه، با کی میشینه، با کی میره، با کی میاد، نمیدونم. شاید اینا رو باز به ناصر میگفتم. عقل کردی به ناصر نگفتی؟ اون عصبی مزاجه، بهتره نفهمه که داشتش با کی هشت نش داره. من خونه میشه میدون جنگ. منصورم که یاد من لش بازیه، آسرم تا اون رو نزنه لط پار نکنه و از زبون نمیفته. البته تقصیر منم بوده، نباید تحریکش میکرد. گفتم که خوب کاری کردی، فقط نمیدونم کاره منصور نتیجه کدوم گناه منه. به شما چه دخلیه راجی؟ ببینم پسر رم حالا باش بود. اونا که دیگه با هم دیگه رفیق گرمون به گلستونه. حالا خوب منصور دید باباشو با چه خفتی انداختم بیرون. فکر نمی کنه اگر اونو با منصور ببینم پوشش حرف در میارم. حالا شما خودتو عصبانی نکن، مردم هم حالیشونه، میفهمن چی به چیه، کی به کیه. پیرشی بسرم. ای بابا، آدم بی کس و کاری مثل من جوونه داره چی کار میکنه که حالا میخواد پیرشه چه گل سرش بریزه؟ بالاخره آدم یه روزی یه کسی رو زیر سرش میذاره. کافیست لب تر بکنی. آسنی مالا میزنم، عزیزو میفرستم سراغه. هرچی حرفا میزنی کی ما رو قبول داره آخه؟ از خودشون بشه بسر، زامنت هم یه محل. یعنی شما ما رو قبول داری؟ تو این پسر منی. بخیال آجی، بخیال. کسی رو زیر سر داری؟ حرف بزن پسر، بگو. بی ادبی نشه آجی، یه موقع نگین چه پسر بی چش و رویه. میخواستم اگه بشه با مریم خانوم صحبت کنیم. با مریم؟ اشتباه کردم، غلط زیادی بود، ببخشی. نه نه، چرا اشتباه؟ خب یه دختری انتخاب کردی که میشناسیش. تو هم که از نظر ما پسر خیلی خوبی هستی. حاجی خدا شاهد خودم آماده کرده بودم واسه عروسی ناصر. وقتی خدا ناصر بهم گفت مریم خانم این خواهرشه، گفتم آه، اینجا جاییه که دیگه خدا واسه خواسته. شاید مریم خانومم شد باعث خوشبختی تو. خدا رو چه دیدی؟ ناصر ندونست و نفهمید که مریم بیر رحمت. حالا چه فهم کنه؟ تا اینه پسرم. حاجی بزه دستتو ببوسم. البته میمونه خود مریم. بعدش وقتی اومد بدون اینکه با تو سلام مشورت کرده باشم بهش دروغ گفتم. بهش گفتم جواب مریم نه است. خدایا من به وقت دخترم تو رو خدا من حلالم کن. حلال؟ حلالم اون جمعه. شما انقدر به من خوبی کردی که متشکرم دخترم. یه بار سنگین رو از دوشم برداشتی.
سلام علیکم. سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم آقا علوی. من نوری هستم، وکیل خانواده. بله بله بله، خیلی لطف کردید. قدم منجبر شریک بدونید. خواهش میکنم، خدا اجرتون بده. سلامت باشید. لطف کردید. آمدم بگم که من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقا علوی یه لحظه تشریف بیارین دمیدن. بله یه لحظه من خدمت میکنم. خواهش میکنم. تسلیت باشید. الهام جا حامد رو ببر تو. سلام آقای نوری. سلام علیکم، تسلیت میگم. خدا صبرتون بده انشاءالله. خیلی ممنون، لطف کردین تشریف آوردین. آقای نوری کاری انجام دادین؟ حل میشه انشاءالله. بله، ولی عزیز خیلی نگرانه، نگران ناصره. میگه پسر بزرگش بد باشه. خب حقم داره، تنها بچهش بوده. من هر کاری از دستم بر بیاد مزایده ندارم. محبت میکنم. میگم مریم خانم شما برسید به مهمونا، من با آقای نوری حلش میکنم انشاءالله. باشه، فقط تو رو خدا از کار مزایده نکنی. چشم. ممنون. آقای نوری، فی الواقع ما میخواییم ببینیم میتونیم کاری بکنیم که پسرش تو مراسم عزای پدرش حضور داشته باشه یا نه. راهکار قانونی داره نداره؟ در واقع صاحب عزا ایشونه. هر کسی میاد مراسم انتظار داره که پسرش رو ببینه. من البته هر کاری از دستم بر بیاد مزایده نمیکنم حاج آقا. راهکار قانونی وجود داره، منتها با توجه به اتهاماتی که ناصر داره یکم مشکلی. بالاخره وسادتی ضمانتی نمیشه کرد، کاری کرد که سریعتر این اتفاق انجام بشه. امکانش هست شما یک نامه به من بدین با مهر امضای مسجد به جای استشهاد محلی، که توش عنوان بشه ناصر تنها پسر مرحومه و صاحب عزاست. از ساره تقدیم کنم، مشکلی نیست. بفرمید بفرمید. خوش شما چایی کنید. بفرمید من تمامت کنم. اینجاست؟ آره. قله ساخته واسه خودش، دور تا دورش نرده است. حالا چه کار کنیم؟ وقتی میخوایی ماهی بگیری باید آروم بشینی و منتظر بمونی تا وقتش. الان هم باید آروم نشست و منتظر موند. تا که؟ معلوم میشه. مطمئنی اینجا چیزی گیرمون میاد؟ توی همچین خونه اگر بیشتر از اون چیزی که میخواییم نباشه، کمتر از اونم نیست. به فرض که نباشه، این همه سال دویدیم چی شد؟ اینم روش ترسیدی؟ نه، آدم وقتی میترسه که چیزی واسه از دست دادن داشته باشه. من که چیزی ندارم، اگه داشتم که آویزون تو نمیشدم. کوچیکتی؟ متاسفانه تو اینجور موارد تجربه خوبی نداریم. خبر فوت یکی از عزیزان، مخصوصا پدر، برای کسی که در بازداشتگاهه خیلی سخته. به خصوص این که شما میفرمایید تنها فرزند اون مرحومه. بله، اونم پسری که جونش به جون پدرش بنده. خیلی خوب، فردا میتونی بیا سر خاک. مطمئنم قاضی هم مجوزش رو صادر میکنه، فقط میمونه اطلاع دادن به خودش. ولی ما وقت زیادی نداریم، فردا اون مرحوم قرار دفن بشه. ما باید حتما امشب بهش خبر بدیم. ولی متاسفانه خیلی سخته. به نظر شما من آدم سنگ دلیم؟ باور کنید منم میفهمم وقتی به یک جوون خبر فوت پدرشو میدن یعنی چی. اونم وقتی چارت دیوار نمیذاره قدم از قدم برداره. ولی این دیوار ما نساختیم، قانون ساخته. شما که خودت مرد قانونی، از خودتون زحمتشو بکشید. بروی چشم. مرادی بله درو بکن. بفرمایید. متشکرم.
دلنگرانی من این وقت شب زابرات کرده آقای نوری. چند تا نکته از قدیم آویزه گوشم بوده. یکیش این که یه مرد رو نباید تو روز سختی تنهاش گذاشت. به خواست آقات برای رضایتش پا پیش گذاشتی، ولی از بد حادثه زد و پاسوز شد برات. چقدر برات مهمه که رضایت آقات رو داشته باشی؟ دنیا رو با رضایتش عوض نمی کنه، مخصوصا حالا که حالش هم خوب نیست. فکر میکنی برای آقات مهمتر از این هست که ناصر قدر مادرش رو بدونه، احترامش بگذاره و عصای دستش باشه؟ نه نیست. فکر میکنی برای آقات مهمتر از این هست که تو برای یتیم برادرت پدری کنی؟ نیست. فکر میکنی برای حاج قاسم مهمتر از این هست که بعد از اون مرد صبور و مقاوم اون خونه باشی؟ خیلی نگرانم آقای نوری. اگه آقام بفهمه که امر شدم که نکردم ناراحت میشه، شرمندش میشه. خدا رو شکر کن که عمرت به دنیاست و هنوز زنده ای، میتونی رضایتشو به دست بیاری. راضیش میکنم. راشم آسونه، کافی همه اینا که گفتم باشی، درست قدم برداری تا یاد حاج قاسم زنده کنی. این یعنی رضایت حاج قاسم از فرزند ارشدش. چی گفتی؟ یاد حاج قاسم صبر. خدا صبرت بده. توکل کن که بعد از این مردم خونه توی. سلام آقا سیاوش، شب خوش. سلام علیکم حاج آقا. این برا یه عرض واجب بود خدمت رسیدم. این حاج آقای کیه؟ قیافش رو آشناس نکنم، پیش نماز مسجد محل قدیمی بوده. فکر کنم اومده سیاوش دخترمو شخت کنه. فکر کنم تو رو تفسیر نمیدم. میخوام ازت یه خواهش کنم که نه نکی. خواهش نکنی که نه نشم اینجام. پس میدونی برای چی اومدم؟ شما میدونین تو اون دو سالی که من داشتم آب خونک میخوردم این خانواده آرزوش چی بود؟ مرگ من. همین آقا ناصری که شما الان به خاطرش زحمت کشیدین این موقع شب تشریف آوردین اینجا، چشاشو بس به همه چی، تمام اون گذشته، اون رفاقت، حتی یه قدمی بر نداشت، فقط واسدن و پاپ خوردن منو تماشا کردن. خدا منو نجات داده جواب. شما که خوب میدونید پسر خوب، بدی رو با بدی جواب نمیدن. این گذشته که آدم رو بزرگ میکنه. بله ما از قدمون راضییم، حالا مشکلی ندارم، دلم نمیخواد بزرگ شم، وصیته. شنیدی از هر دست بدی از همون دستم میاد. بله شنیدم. اتفاقا خیلی جمله قشنگیه، آقا ناصرم از همون دست داده، از همون دست داره میگیره. گذشت خیلی لذت بخشه، تو که آخر رضایت میدی. من میخوام این رضایتت به خاطر خدا باشه، نه وقتی که همه چیزو فهمیدی. مثلا چی رو باید بفهمم آجا؟ آقا سیاوش من از شما خواهش میکنم بده من دیم آجا. نمیتونم، سخت دست من نیست، یعنی هست آقا.
نمیتونم آجا خواهم ازم نخواهی. فی امان الله، خدا حافظ. کی حرف میزدی؟ با تو کار نمیخوای بری تو برای تسلیت؟ اینا دیگه کیه؟ این از طرف من توی خونه کار میکنه. بفرمایید. ای بابا چند نفر توی خونه زندگی میکنه؟ آدمای مثل شما رو مفت از دست نمیده. بفرمایید. البته این بارو بندیری که بستن انگار میخوام برم. کار شبیه همینجاست. سپردم بیشترم بهتون پول بدم. عزیز گل من شما هم هرچی رو دیدین ندیده کنید. سالار بیا. رادار بی رادار ردت دو هوبی هوبی بفرم دست شما درد نکنم. این توپل کشل نمیخواد دست از سر این خانواده برداره؟ چه میدونم. پس الان فقط این یارو بابات خونه. این هم از این تمام ما تمام ما افندیل. اونا بعد راضی می رفتن که رفتن. فقط خیلی چیزا دیده بودن. ممکنه یه روز علیه ما شهادت بدن. نمون دگران نبود. قرار دیگه ما رو نشناسن. قصه همون جوری که دلمون می خواست پیش رفت. آخرش هرچی کوتاه‌تر بهتر. به قول معروف تای قصه رو باید گرد کرد. بگی بشین من هم خیالم راحت شد. ببین فقط یه امشب مونده، فردا که خطبه عقده بخونم یه نفس راحتی میکشم. بکش! چرا داری نهره میزنی؟ همین حالا بکش. پیروزمندانه است وقتی فرصت آدم برای رسیدن به رویاهاش فقط چند ساعت باشه. اگه به تیک تاک ساعت نگاه نکنی زودتر میگذره، چون به چشم نمیاد. تو خلاص میشی، منم به کارم میرسم. دیگه خسته شدم از این بازی. بزن بریم الان. نه پس فردا صبح. اینم دستت باشه. این چیه؟ شهر بازی که نمیریم. دستت باشه. عکس کاره، ازش استفاده نمی کنی. دست به سویش نزن. ممکنه مجبورشیم از هم دیگه جداشیم. هر کی زودتر رسید میره. Thank you.
به چند راه با نه تا من اگه میبینی بعضی خوبش رو میبازن داره و زنگ اگه نمیشتر بیزدشون اونقدر با خیلو ببینم بهتر خست نمیشن سرشون گرمه مثل میخبایی میستن اونقدر کتک میکنن تا بخورن زن پس اون چابورو دادن دست واسه چی؟ میخوام این بازی رو تموم کنم با یه هوک چپ پامو بذارم رو پام لم بدم قیامی نرسه تو این نمیده بشکنه دستی که نمک نمیده من که اسم برال دست تو بودم نبودم هر سازی زده رقصیدم حت نشم دادم نقدم به ببین بره من همیشه سازی رو زدم که با دلت گود کردم دلت هم با اون اگه رقصیدی و سرخوشی من این نتیشو میذاری سر جواب بده نت یعنی جدی جدی اینا عاشقن نباید باشم اگه به من رفته باشه نه من عشق دوست دارم حتی اگه بازیش کنی شرف داره به بی عشقی منظورم بازی کردن با دل بقیه نیست با دل خودته باید بهش بفهمونی که باید عاشق باشه یعنی من باورم بشه تو عشق قبول داری؟ البته از وقتی که دنیا بیایی نه از زمانی که خوب و بد رو میفهمی انگار یه چیزی گم کردیم هرچی هم میگردیم پیداش نمی کنیم نه شهرت نه پول نه هر چیزی که فکرشو کنیم ببینم امیدی کتاب میخونه عشق نمیدونم چطور یه ده پیداش میکنن یه ده بعضی رو زمین بعضی رو سنره کتاب اینجا چی کار میکنه بگذاریم هرچند که نمیشه ازش گذشت اگر این عشق نقطه ضعف حساب میشه تو قاموس تو که منم میپذیرم یکی هیچ به نفع تو اونم تو زمین حریف میگم پاشایی یه دقیقه رومانتیک شدی حالت بد شد هر کی عاشق میشه ممکنه زندگیش هم ببازه یکی دو مورد نیست که میبازی تو هم باشی میبازی من مدت هاست نم عاشق میشم نه دوست دارم کسی عاشقم بشه بارو که یادته در سفرتی شد برام دوست ندارم بازی با دیل و خواهم کردن خواست خواهم نشه اومد مال انبالم و دید وادم من آدم ها رو خوب میشناسم دنبال مایتی دارم عاشق بود عاشق بود پس اگه تفلک ردش میکردم خودکشی میکرد واسه شون نبود کاری که تو کردی بدتر بود خلاف شهر که نکردم این شهر خدا قدم برداشتم طیب و طاهر همون اول عقدش کردم نکردم خیلی کارا به اولش نیست به آخرش حالا چی شده که امشب افتادی به موضع کردن من خودت که نمون در جمله معاصی منکری که نکردی و الی آخر ببین منو امروز رو اگه بخوام دل و قلبه آدم قاچاق کنم باید بیان که تو زانوی ادب بزنن و درس یاد بگیرن منو داری موضع دیگه من قلبه رو هستم اونم برشتشو شما کی هستی؟ اون پولا دست من امانته حالا امانت دست من میمونه فکر نمی کنم مرزی جونه تا داشته باشه پس از جون تکون نخوری ما هم سر و صدا میری بیا کیف پولا رو بگی برو با تو همچنان باید دیدین کیف رو بگی برو شما هیچ جا نمیتونیم بریم مراقب حرف زدن داشت قفل همیشه مواظبم چون از آدم رو میترسم ولی نه از کسایی که با فندک میان دوست بهتر یه قدم بیا جلو وقتی تیر میزنم وسط پیشونی رفیقتم میره برای رقیه تعریف میکنه فندک بود یا واقعی باشه جون مادرت بذار برم بیا نشی رفیقه چی کن کاری ندارم وایسا سرجاز گازشو پر کرد وایسا میگه وایسا سرجاز فردا پاشا این نظر پولا رو برن برو دنبالش برو چی بگر نمیزنم چی شد پاشا چی شد آقا پاشا بگیرم پاشا پاشا
شده پاشایی؟ نگاه کن چی شده؟ کارمون در مدکیانی مرده. مرده؟ یه کارش کن پاشایی، چه خاکی بریدیم سرمون. سب کن ببینم چه کارش میخوای کنی، کجا میخوای ببریش؟ میذارمش تو فریزر. چی کارش باید بکنم؟ اون رفیقش ما رو لو نده بیچاره بشیم. نترس، پای خودشم گیره، خفه خون بگیره. برو به فاکرت بچسب. کبوترهای عاشق میشه برید عقب من رد شم؟ ممنونم، ببر. سلام. علیک سلام. شما ناغافل کجا گذاشتین رفتین؟ سلام. سلام از ما. سوال کردم ناغافل کجا گذاشتین رفتین؟ این چشه؟ بابا حالش خوب نیست. رفتیم خونه مرحوم. رویا قرار فرداتون که سر جاشه. راستشو بگین، شما نگران چی هستی؟ نگران دمدمی مزاج بودن شازدم. نگران چی هم؟ شبتون بخیر. رویا گوش کن، از این به بعد کارهای شخصیتون خودتون انجام بدین. امیر سالار رو شمشیر اخراج کردم. اونا دیگه چرا؟ برای اینکه دستشون کج بود. ها رفتم. بابا اونا که آدمای خوبی بودن. اگه با چشمای خودم نمیدیدم باورم نمیشد. من تومه گذاشتم، امتحانشو کردم، رفوزه شدن. رفتن که رفتن. بفرمایید شما، بفرمایید. واقعا که شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. به این دل مرده تنها ترحم کن، ببین از حس دنیای تو خالی نیست، تقاسه زندگیش تکرار این عشقه، خلاصم کن از این رویا مجانی.
بمونم با تو یا نه انتخابم کن. تو مثل شیشه زیبایی، من از سنگم، خلاصم کن از این دلشوره آخر. به عمر روزهای رفته دلتنگم، سی کم نمک و افتاد. آقا جون حواسم هست، برو بشین میبینی سرم شلوغ عادت داشت. دفعه قبل سوخته بود. بابا دفعه قبل فرق میکرد، برو حواسم هست. به به آخ پاشایی، چه عجب یاد ما کردی. چه عجب بهت سر زدم درسته، چون ما همیشه به یادتی. اگه نمیتونیم بهت ثابت کنیم، به خاطر این وامونده است که زبون نداره. تو که دلو خوب میشناسی، سر و کارت با دله. نوکرت هم داداش، جیگر بذارم، قلبه بذارم، دل بذارم، چی کار کنم داداش؟ دل؟ آخه دل خورم وزیر، نه که دل بخورم، دل خورم از خیلی ها، از همه کسایی که براشون زحمت کشیدم. مشتریام زیاده، میبینی که یکشونم من. آخه اینو سفارش دادن. منم سفارش دارم، فقط باید حواست جمع باشه. ببین آخ پاشه ای، من باید حواسم به اینا باشه که نسوزه. برای منم سوخته، سوخته که اومدم پیشت. چی میخوای؟ جیگر، جیگر مردونه. داری؟ دارم.
سیاوش پاشو تنبل پاشو، امروز خیلی کار داریم ما. پاشو سیاوش، نکنه پشیمون شدی؟ سیاوش سیاوش اینو بفرست داد سرم. سلام. سلام بفهم کیانی هستم. سیاوش کیانی. امرتون اومدم رضایت بدم. آقا بفرمایید، دست در نکنید. مواظب ناصر بفرمایید. اصلیت میگم نوکر، تو اگه ما رو رفیق ندونی، رفیق منصور خدا بیامرز که بودی. خدا رحمت کنه آقا تو. اصلا دل خوشی نداشت، ولی به خاطر تو اومد پیشم. منم به اعترامش رفتم پیش سیاوش تا رضایت بگیرم. ولی بگو این بار که بیام بیرون یه طوری میزنمش که دیگه نتونه شکایت کنه. اون نامرد میدونه تو حالا بیرون نمیای خیالش راحته، ولی به خاطر منصورم که شده ناکارش میکنه. به روح منصور قسم، خبرشم میارم ملاقات بهت میده. خیلی برام بریدم. بگو این بار که بیام بیرون یه طوری میزنمش که دیگه نتونه شکایت کنه. اون نامرد میدونه تو حالا بیرون نمیای خیالش راحته، ولی به خاطر منصورم که شده ناکارش میکنه. به روح منصور قسم، خبرشم میارم ملاقات بهت میده. خیلی برام بریدم. بایستا برو!
بله بفرمایی. ناصر سواری چی؟ فرار کرده؟ سر چاره وای میسم تو به کارت برس. چشم. برای شادی روح مرحوم از دست رفته اجماعا من یک رفاته هم از صلوات دوستان وسیله ایاب زهاب آماده است. بفرمایید آقایین، بفرمایید خانما، بفرمایید خواهش کنم، بفرمایید دوستان یه مقدار سریعتر. آقایین بفرمایید. حاجی آقا، حاجی آقا، آقای نوری دستم به دامنتون. نگران نباشید، نگران نباشید، صحبت کردم، نگران نباشید، نگران نباشید، نگران نباشید، نگران نباشید، ان شاء الله ان شاء الله. بفرمایید شما، بفرمایید حاجی آقا، بفرمایید. تو میتونی یه باره